شنبه. نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید افزایش نیروهای خارجی در افغانستان راه حل بحران جاری نیست. افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی به ناتو در افغانستان واکنش برخی از کشورهای منطقه را برانگیخته است. آمریکا در نظر دارد که ظاهرا به هدف مبارزه بر ضد تروریسم از 3 تا 4 هزار سرباز تازه نفس را در نقاط مختلف افغانستان جابجا کند. اما نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که افزایش این نیروها راه حل بحران جاری نیست و ایالات متحده به عوض جنگ برای گفتگوهای صلح تلاش کند. زمیر کابلوف در گفتگو با روزنامه ازیویستیای روسیه گفته است که یگانه راه حل مشکل افغانستان گفتگو با مخالفان مسلح است. افزایش نیروهای خارجی در افغانستان به نام مبارزه بر ضد تروریسم غیر ضروری است. یگانه راه حل بحران در این کشور گفتگوهای صلح با مخالفان دولت است. چند قبل 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان حضور داشت. فرستادن نظامیان بیشتر هیچ گونه تغییری در وضعیت افغانستان آوردن نمیتواند. مشکل افغانستان تنها از راه مصالحه حل شده میتواند. آگاهان سیاسی میگویند که افزایش نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها جنگ را شدت میبخشد، بلکه به گفته آنان این کار حساسیت‌های کشورهای دیگری منطقه را نیز برمی‌انگیزد. به باور آگاهان سیاسی، اگر ایالات متحده خواهان مبارزه صادقانه با تروریسم است، باید به عوض افزایش نیروهایش اردوی افغانستان را تجهیز کند. افزایش نیروهای آمریکایی نه تنها مشکل افغانستان حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات افغانستان می‌افزاید. هم حساسیت کشورهای منطقه از جمله روسیه را افزایش میده و هم جنگ‌های نیابتی در افغانستان تشدید پیدا میکنه. وقتی که تجربه 150 هزار نیروی خارجی رو ما در افغانستان داریم و از اون نتیجه گرفته نتونستیم، من فکر میکنم که بار دیگه آمریکایی‌ها نباید روی افزایش نیروهای خود تاکید کنند. اگر آمریکایی‌ها واقعا صادق هست، باید نیروهای امنیتی افغانستان آموزش بده، تجهیز بکنه به صورت کامل، نه نمایشی. سیاله کوپینزو سره قوتونه په موجودیت کې دوی و نسوي کولای هغه ادعا چې ګویا تروریزم په افغانستان کې ختمیږي دا ادعا ته تحقق ورکړي. د قوتونه انتقال د افغانستان شمال ته قندوز ولایت ته په داسې شرایطو کې چې د آمو سینا خواته په تاجکستان کې روسي قوتونه وجود لري، دا قوتونه سره نږدې کېږي او د دې قوتونو ټکر به بالاخره په منطقه کې په افغانستان کې او د جهان په سطح کې یو لویه فاجعه رامنځته کړي. مسکو با سیاست‌های ضد تروریستی آمریکا در قبال افغانستان به دیده شک و تردید می‌نگرد و به همین دلیل با افزایش نیروهای خارجی در افغانستان مخالفت جدی دارد. یک شنبه اتو محمد نور والی بلخ میگوید که جغرافی جنگ در افغانستان تغییر کرده است. در اینجا از ششمین سال روز کشته شدن داوود داوود قماندان پیشین زون 303 پامیر و شاهجهان نوری قماندان امنی پیشین تخار یاد بود می شود. حتی محمد نور والی بلخ در این مراسم از وضعیت امنیتی جاری در کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید که جغرافیای جنگ تغییر کرده است. نور می گوید که جنگ در افغانستان اکنون بر اساس نوعیت، سیاست و جغرافیای جدید به پیش برده می شود. بسیار با تشویش هستم در جنگ‌های نو جدید که هم جغرافیت جدید شده و هم نحوه جنگ جدید شده، هم نوع جنگ جدید شده و هم سیاست جنگ جدید شده. والی بلخ هرچند از کسی نام نمیبرد، اما میگوید که هنوز هم برخی کشورها از توریسم حمایت میکنند. نور میگوید که برخی کشورها جنگ نیابتی را در افغانستان به سود خود میدانند و به همین دلیل این جنگ را آغاز و خواهان ادامه آن هستند. امروز چندین کشورهایی هست که طالب دارند. امروز چندین کشورهایی هست که جنگ نیابتی را در افغانستان به نفع خود میدانند و راه انداختند. این همه خواسته ها باید از سری توله های استخوان فرزندان ما بگذره تا اینا به آرمان خود برسند. امرالله صالحی وزیر دولت در امور آوردن اصلاحات در سکتور امنیتی بار دیگر حزب اسلامی را هدف سخنرانی هایش قرار می دهد. صالح می گوید که عبدالهادی ارغندیوال رهبر قانونی حزب اسلامی است، زیرا در سالهای گذشته بر ضد آنان نجنگیده است و در صف آنان باقی مانده است. ارغندیوال صاحب از دید ما رهبر اصلی و مشروع و ثبت شده و واقعی حزب اسلامی است که در 17 سال اخیر در صف ما واقعا بوده، برخلاف صف ما نجنگیده، ما هیچ نوع
مشکل و اشکال در تحکیم صف خود با ارغندوال سه با هم فکرای از اونا نداره. دیگه از عرفای کنایه گویا علیه هم دیگر استفاده نکنیم، تاریخ گذشته را به گذشته مسپاریم و یک باب و فصل جدید به خاطر نجات کشور خود، به خاطر رهایی مردم خود و بالاخره به خاطر اقناع خود آغاز میکنیم. اما پیش از این موقف حزب اسلامی در برابر اظهارات املا سالی این بود که وی میخواهد با این گونه اظهاراتش مانند قمندانان پیشین دیگر شمال خود را مطرح کند. همزمان با این برخی از اشتراک کنندگان این مراسم میگویند که حکومت نباید سربازانی را فراموش کند که در دفاع از کشور کشته میشوند. وزیر مهاجرین میگوید بخش اعظم زمین هایی که در ولایت های کشور برای مهاجران اختصاص یافته بود توسط زورمندان غصب شده است. بر اساس گزارش سالانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، زمین های اختصاص یافته برای مهاجرین در بیشتر ولایات کشور به کمک مسئولان ولایتی مربوط از سوی زورمندان غصب شده است. وزیر امور مهاجرین هنگام ارائه گزارش سالانه اش در رابطه با مبارزه بر ضد فساد گفت هرچند ده ها جریب زمین را در برخی ولایات دوباره از چنگ غاصبان برگشتاندند، اما در برخی ولایات دیگر با مشکلات مواجه می باشند. در بررسی مشخص شد که فساد به حد گسترده است که نقشه اولی شهرک مفقود است، یعنی شهرک مهاجرین در اونجا نقشه ای که داشته که وزارت شهرسازی بالاخره خب برای اون نقشه را درست کرده بود، بر اساس اون نقشه باید نمرات توزیع میشد و نقشه مفقود است. چرا؟ به این خاطر که بلند منزلا، ساحات تجارتی و جای حساسی که در اون شهرک وجود داشت اونا را مافیای زمین در یک توافق و تبانی با ادارات مربوطه اینا را تعدیل کرده بود، در اختیار خودشان قرار داده بود. وزیر امور مهاجرین میگوید که بیشتر زمین های اختصاص یافته برای مهاجرین در ولایات بلخ، ننگرهار، لغمان، غزنی، پروان و خوست غصب شده است. وزیر امور مهاجرین میگوید که مبارزه بر ضد فساد از اولویت های کاریش میباشد و در طول یک سال گذشته اصلاحات لازم را در این وزارت آورده است. وزیر امور مهاجرین میگوید که در سال جاری از پاکستان 89,000، از ایران 55,000 و از برخی کشورهای اروپایی 329 تن به کشور برگشتند، اما میافزاید که برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین تلاش میکند. تعداد کثیری پناهجویان در کشورهای اروپایی یک بحران را ایجاد کرد و این تنها مربوط به افغانستان نبود. به او کشورها تصمیم گرفتن که با مهاجرینی که در آنجا هست اینا رو به صورت عمومی کوشش بکنن که اکثریتشان رو برگردانن هر کی به کشور خودشان. در افغانستان هم اونا میخواستن که بر اساس تصمیمی که خودشان میگیرن تعداد رو برگردانن، اما ما گفتیم نه خیر، با این شکل نمیشه، باید یک اصول معینی را ما با هم توافق داشته باشیم. و بعد از اون مذاکرات شروع شد، اعلامیه های امضا شد، تفاهم نامه را ما از قبل داشتیم که هر کیس باید انفرادی بررسی شود. وزیر امور مهاجرین میگوید که با مقام های پاکستانی در رابطه با تمدید مدت بودباش مهاجرین افغان در این کشور گفتگوها جاری است و تلاش میکند این مشکل را نیز حل کند. دوشنبه، روزنامه دیلی تایمز میگوید اگر سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان روشن نگردد، ناامنی های کنونی دوام پیدا خواهد کرد. روزنامه دیلی تایمز بریتانیا میگوید که سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان روشن نیست. این روزنامه میگوید تا زمانی که سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان روشن نگردد، این کشور شاهد ناامنی ها خواهد بود. با باور روزنامه، روسیه و چین به خاطر کشاندن طالبان به میز گفتگوها نشست هایی را با حکومت افغانستان برگزار نمودند، اما این نشست ها به این دلیل نتیجه نداده است که آمریکا از اشتراک در آن خودداری کرده است. سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان روشن نیست و تا زمانی که سیاست آمریکا در رابطه با افغانستان روشن نشود، این کشور شاهد ناامنی ها خواهد بود. مثال روشن آن نشست مسکو در رابطه با صلح بود که آمریکا از اشتراک در آن خودداری کرد.
این روزنامه همچنان میگوید که سرنوشت مبهم خروجی و باقی ماندن نیروهای خارجی وضعیت را نسبت به گذشته بدتر ساخته است. در کنار این، اعضای شورای ملی نیز میگویند که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان امنیت تامین نمیشود و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی بدتر میشود. وکیلان میگویند آمریکا به جای مبارزه بر ضد توریسم در افغانستان برای رشد توریسم تلاش میکند. اورس فورس دی دوی په موجودیت کې دی دوی تر رهبری لاندې چې دی ایساف چوکاټ کې نړیوال قوتونه راغله افغانستان امنیت خواته لرل ډیر مسائل چې د افغانستان حکومت د افغانستان ولس دی دوی په مخ کې خپل مستند خصوصا د پاکستان او د ایران مداخله په افغانستان کې د نور استخباراتو ولې دوی جدیده مسله ونه نیوه دوی په واقعیت سره افغانان سره صادق پاتې نه ترس کوي دوی غواړي چې دوګوري ساتو کې هم پاکستان سره غواړي چې خپل ساتو چې هم افغانان سره اگر تاسو غواړئ په افغانستان کې ایمون وحدت ملي حکومت او خپلواکي حکومت ډیر وړاندیزونه کړي شورا امنیت ملل متحد ته امریکایانو ته چې دغه شواهد موږ درو اسناد درو مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هغه کوم امیدواري چې افغانان ورته وو صداقت په صداقت سره موږ سره همکاري نه کوي. تبصره دی تایمز در رابطه با افزایش ناامنی ها در افغانستان در حالی است که در این اواخر بیشتر ولایت افغانستان شاهد ناامنی ها می باشد و ظاهرا وضعیت امنیتی با گذشت هر روز بدتر می شود. سه‌شنبه در یک مستند تازه نشر شده از سوی تلویزیون الجزیره قماندانان داعش در افغانستان میگویند که برای حمله بر روسیه 2000 جنگجو را در ولایت های شمال افغانستان جابجا کردند. یک مستند تازه تلویزیون الجزیره فعالیت های جنگجویان داعش در افغانستان را نشان میدهد و پلان های آینده این گروه را نیز روشن میسازد. این فیلم مستند به نام داعش روسیه را هدف قرار میدهد که فعالیت های داعش را در ولایات شمالی و شرقی افغانستان بر روی پرده کشیده است. نشان میدهد که این گروه در هر دو مناطق کوهستانی و هموار افغانستان بود و باش دارد و جنگجویانش با سلاح های سبک و سنگین مجهزند. قماندانان داعش میگویند که در حال حاضر در افغانستان 4000 جنگجوی آنان فعالیت میکنند و برای هدف قرار دادن روسیه 2000 جنگجو را در ولایات شمالی جابجا کردند و برخی از داعشیان وارد روسیه نیز شدند. هر یک از مجاهدین شتره و ان شاء الله په خپل فعالیتونه باندې بوخت 4000 نفر موږ دې ته تیار کړی دي ان شاء الله چې 2000 کسان په شوروي باندې او په روس باندې ان شاء الله تاروزونه کوي او 2000 کسان په شمالي ولایتونو کې موږ زیات پزې شوې دي چې د روسیې سرحد ته نږدې او پراتری ان شاء الله چې هغه وخه مقام سعید شین هغه په سرحداتو باندې دغه کیده. در کنار جنگجویان ازبک و چچین در صفوف داعش زنان نیز وجود دارند که میگویند یک جا با خانواده هایشان با داعش پیوستند. قماندانان داعش میگویند که روسیه و آمریکا هر دو کشور دشمن آنان است و برای تحکیم خلافت اسلامی در تمام جهان مبارزه میکنند. نه خیر، نه، ما با محرمان خود اینجا هستیم. به خاطر همین ما اما قانونی را که قرآن و خدا و رسولش در بین مسلمان ها چی باعث شده که شما اینجا بیایید؟ جنگ جهاد پاکستان افغانستان. فامیل امر خود تن زندگی میکنه؟ امر خود ماست. آیا احساس خطر ندارین به اینجا؟ نه خیلی وقت بده کنار فامیل ما هستم. بسیاری از فامیل برام از دست دادیم در اینجا؟ بله. جنگجویان داعش میگویند که مرکزشان در عراق است و از همانجا برای آنان اکمالات و کمک صورت میگیرد. بزرگه سلا لباس باشقه مثلا مهمات هم از طرف امارات خلافت اسلام بدم. بزرگه ما مختلف هستیم، از ازبکستان هم هست، از کشورهای افغانستان هم هست، از دیگه کشورهای اسلامی هم هست. بله، بس امیدم از خداوندن که کمیسلر بار تنها ازبکستان هست، باشقه آسیه میانه، باشقه امریکا بسن، باشقه مثلا دولت های کفرو بسن، اونلرغم بارسک بزر جهت قسک، دین رسول الله و دین خداوند جید قسک، اونلرغم بزر آرزومز بار. بله، وزارت دفاع ملی این مستند تلویزیون الجزیره را بی‌بنیاد خوانده است و سخنگوی این وزارت روز گذشته بر رسانه‌ها گفت که داعش در افغانستان تنها از 500 تا 700 جنگجو دارد که توان مقاومت در برابر اردوی ملی را ندارد. چهارشنبه در نتیجه انفجار موتر مملو از مواد انفجاریه در حوزه دهم امنیتی کابل دست کم 80 تن کشته شدند و 355 تن دیگر هم زخم برداشتند. 8:30 صبح روز چهارشنبه صدای انفجار بخش‌های زیاد شهر کابل را لرزان و دود و خاک برخواسته از آن در فضای کابل پیچید.
درد و درهای انفجار سراسیمگی وابستگان زخمیان این حادثه به چشم می خورد و امبولانس ها در حال انتقال زخمیان هستند، اما شما را در وضعیت خوب به سر نمی برند. تقریبا یک ساعت از وقوع رویداد میگذره و در اینجا و در نزدیکی محل رویداد همه چیز هم برهم خورده و مردم سراسیمه شده است و بیشتر امبولانس ها مصروف انتقال زخمی ها این رویداد هستند و در این رویداد بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدن. داخل چی داخل شدیم؟ داخل آپریشن روم داخل بودیم که هفته گرم کرد. گرم کرد باید نفهمیدیم چی شد. آخر برامونیم که مریضا کل جای هفته کل بعضی از زیر میز است، بعضی از زیر چی است چپرکل است، بعضی های رقم زار که جان خود است، امنیتی نیروی امنیتی از امبولانس بعضی امبولانس در وقت است، بعضی اون هرس بک بعضی یک کار میکنه بعضی یک کار میکنه. من خیز نمیفهمم که دای وطن دای دولت چی است چی نیست. من خیز نمیفهمم مردم در به در کرده، در به در کرده، هر روز انتظار انتظار، هر روز می انتظار هیچ نفهمیدیم که چی شد. و وقتی که ما خود دفتر شتگی بودیم زیر میز شدیم دیگه، از حالت خود بیخی بیالت بودیم. همکارا کلگی زیر میز زیر چوکی شدن، باز دیگه همون تو خود کشیدیم خودمو. بسیار زیاد نفر اوگار شد، بی اندازه نفر اوگار شد دیگه. بسیار که عملی بسیار که عملی خطرناک بود، بسیار یک صدای خطرناک بود. درست موتر انتقال فاضلاب پر از مواد انفجاریه در هنگام پر ازدحام رفت آمد مردم و وسایل در همین جاده، جایی که منتهی به وزیر اکبر خان و شمار از مکانهای مهم دولتی و دیپلماتیک به ویژه سفارت آلمان و کمپیگر مربوط به نیروهای خارجی واقع است، انفجار داده شده است. درست محل رویداد پیش سفارت آلمان و این طرف هم کمپ ایگل در بین وسط سرک رخ داده که همه چیز دیگه از برهم خورده و هیچی سر جایش نیست. سفارت آلمان ایگرس و روشن فعلا تخریب شده و شهید زیاد دادن از ایگرس. و سفارت آلمان چند نفر بشه؟ از سفارت آلمان دو نفر. پلیس کابل میگوید این حادثه در اثر انفجار موتر تخلیه فاضلاب پر از مواد انفجاری رخ داده است. خسارات و تلفات عزیز زیاد است، تا هنوز ارقام دقیق به دست نیست و شما میبینید خسارات به چشم سر میبینید. اطلاعات اولی میرسانه که یکی از تانکرهای فاضلاب بوده که همیشه فاضلاب از داخل شهر میکشه و میبرده ای بوده. بعدش نتایج بعدیش شما رو در جریان قرار خواهد داد. منابع امنیتی میگویند این تانکر مربوط به یکی از سفارت ها بوده که کارت رفت آمد به محل های مهم را داشته است. اما به اساس آمارها در نتیجه انفجار دست کم 80 کشته و 355 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان اصلی این حمله بیشتر افراد ملکی هستند که از جاده‌ای که در آن انفجار به وقوع پیوسته در حال حرکت بودند و یا هم در دفاتر نزدیک محل حادثه بودند. افرادی که از این حادثه جان به سلامت بردن از زمان وقوع انفجار قصه می کنند و حکومت را در جلوگیری این حادثه به کوتاهی متهم می کنند. یو زمان خارجی دخمن ده چقدر دایش ده القاعده را تلید ده بل دقیق بی کفایت حکومت چه ناسه دیده لسه داده ده خلق و وینه از زوه او ده خلق و مال حال سد نشی ساته ده تمامی چه دست چرا امنیتی نگرفته نمیتونین؟ سر غریب و مسکین شما زورتونه نشان میتین؟ ما از اشرف غنی هم میره خواهش میکنم که خودت خائن هستی، کابینت خائن است، اما کسایی را که در قدرت چی کده گستی خائن است. ما از همین چیز براتون میگم، خائن هستی، به والله خائن هستی. این انفجار به حد نیرومند بوده که نهادهای نزدیک آن کاملا تخریب و یا از بین رفته است، به ویژه سفارت آلمان و شرکت مخابراتی روشن. این حمله واکنش های حکومت افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین را نیز به همراه شده است و این حمله را تقبیه نمودند. با این همه چگونگی وقوع این رویداد و رسیدن موتر مملو از مواد انفجاریه تا به این محل با پرسش های زیاد روبرو شده است که چگونه این موتر با گذشتن از چندین پوسته امنیتی خود را به اینجا رسانیده است. ولسی جرگا میگوید برای مهار وضعیت جاری باید هر چه زودتر نشست ملی سیاستمداران افغانستان فرا خوانده شود. از ایجاد حکومت وحدت ملی نزدیک به 3 سال سپری می شود، اما سرنوشت آینده کشور تا هنوز روشن نیست و وضعیت امنیتی با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است. اما سطح اعتماد مردم در این اواخر به پایین ترین سطح آن بر حکومت رسیده است و
و فاصله میان مردم و حکومت هنوز هم در حال بیشتر شدن است. اعضای ولی سجرگه میگویند حکومت وحدت ملی توان مهار وضعیت فعلی را ندارد و نیاز است که نشست رهبران سیاسی و متنفذان کشور فراخوانده شود. خدای په خاطر د افغانستان په خاطر سره راټول سی، یو ملی اجماع جوړ کړي، یو معقوله تګلارې جوړ کړي د صلح دروند لپاره د مملکت دغه حالت نه امریکا در تخلاصي، نه انګلیس، نه ایران، نه پاکستان، نه روس، نه چین او نه هند او نه د هغوی مزدورانو بنا افغانان دي دغه د ځان مکلفیت وبولي سره راټول دي سي سیاستونه دي د ملتو د غشتنې قرباني کی په دنیا کې سیاست د ملت قرباني کی بدبختانه په افغانستان کې ملتونه د ناروا او سیاستو قرباني کیږي. ما په ټولو د افغانستان په سیاسي نوبانی او د حکومت باندې دا غږ دی چې کو په حکومت کې دی او کو د حکومت نه بار دی، د همیشه حکومت تخریبی د دې تخریب په حساب باندې دی راشي او کې دی د افغانستان د مظلوم ولس د امنیت په خلاف تصمیم ونیسي. در این حال اعضای ولسی جرگه ادامه کار سرپرست وزیران را به زیان کشور می خواند و می گویند که حکومت عمدن زمینه قانون شکری را فراهم ساخته است. وکیلان می گویند به دلیل ادامه کار سرپرستان فساد اداری به اوج خود رسیده و مسئولان مربوط هیچ گونه احساس مسئولیت نمی کنند. ولسی جرگه بار دیگر از حکومت خواست تا به این وضعیت پایان دهد و هرچه زودتر تمام نامزد وزیران را معرفی کند. عدم معرفی کابینه دیگر یک مشکل بسیار جدی است که ما هم در مقابلش سکوت کردیم و از هیئت اداری خواهش میکنیم که این مشکل حل بکنه. در غیر از اون اگر رئیس به جمهور این کار نمیکنه به این خلاف روی خود ادامه میده، خوب است که ولسی جرگر ما و شما دروازهش یا دائمی بند بکنیم یا برای چند روز بند بکنیم. لمن هیئت اداری سر در تعهد مشرتابه کرده و چی منگ با سرپرست وزیران در تماری پی که و پا آخر وار هم جدن هیله تر که و چی در سرپرسته لڑی تا نورا خاتمه وار کری که آغا وزیران وی که آغا قضات دی او که آغا حتی ولسوالان دی او که نوری دارات دی. هرچند اسناد ستن از نامزد وزیران به ولسی جرگه رسیده است، اما وکیلان پیش از این گفتند تا زمانی که به عوض تمام سرپرست وزیران نامزدان جدید معرفی نشود، این موضوع را شامل اجندا نمی کنند. پنجشنبه مسئولان امنیتی می گویند هدف حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل سفارت جرمنی بوده است. سفارت جرمنی در کابل پس از انفجار موتوربمب از ساختمان‌هایی است که بسیار تخریب شده و نزدیک به 7 کارکنان آن در این حمله کشته شده و برخی آنان زخمی شدند. مسئولان امنیتی افغان می‌گویند بر اساس بررسی‌هایشان هدف تانکر مملو از مواد انفجاری سفارت جرمنی در کابل بوده است. قمندان امنیتی می‌گوید که حمله کننده می‌خواست تا تانکر را در سفارت جرمنی داخل کند، اما پیش از رسیدن به هدف از سوی پلیس و محافظان امنیتی سفارت جلوگیری شد و انفجار صورت گرفت. هدف حمله سفارت آلمان بوده، چرا زمانی که میرسه به دروازه قرابود از دوها و اونجا میخواه که داخل شود، اینجا پلیس استاپش میکنه و برش میگه که کجا میده. خب میگه ما اینجا میریم کتاب بکش اصناد و مطاری که گفایتا یا یک کس دوام که اونجا بیر خدا سکور کنه. زمانی که انتحاری میبینه که من موضوع افشا شدم و دیگر جبه سفته نمی کنم و همینجا خدا انفجار میکنم، محترم انفجار میکنم و همزمان با این چهار پنج نفر پلیس ما و چهار پنج نفر گاردی که در صاحب بودن قربانی اول امنی هستن. منابع امنیتی میگویند که در پیوند به این حمله یک هفته پیش به سفارت ها و مؤسسات خبر داده شده بود و برخی ادارات کارمندان خود را پیش از آن کشیده بودند. به اساس معلومات امنیت ملی، تانکر استفاده شده در حمله جواز کارت رفت و آمد در محل‌های دیپلماتیک را داشته است. وزارت صحت عمومی گفت زخمیان این حادثه به 461 تن رسیده و احتمال دارد که شمار کشته شدگان بالاتر از 80 تن برسد، زیرا وضعیت صحی برخی ها خوب نیست. اساس آمار که نزد وزارت صحت عامه موجود هست، به تعداد 80 تن از هموطنان ما شهید و به تعداد 461 تن دیگه مشغول 408 تن از برادرها و 53 خانم در 11 زخمی شده. آگاهان استفاده از موتر تانکر فاضلاب در این رویداد را بی سابقه می دانند. مسئولان امنیتی می گویند آنان پیش بینی می کنند که در این تانکر 1.5 تن مواد انفجاری به کار رفته باشد.